آیات دیگری قرآن کریم مملو از آیاتی است که خداوند قوم بنی اسرائیل که امروزه اونها یهودیان میگن و یهودیان مشهور هستند، اونها رو هم خداوند در قرآن کریم اونها صفت کفر میدهد. خداوند میفرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. اگر آدرس رو بیان بفرمایید ممنون میشم دکتر، ببخشید. سوره توبه آیه مبارکه 30. بله بفرمایید. و قالت اليهود عزير ابن الله. عزير از اعلم مردم در زمان خودش، در زمان بنی اسرائیل از اعلم دانشمندترین مردم در شأن تورات بود. اینها زمانی که اتفاقاتی برای قوم بنی اسرائیل آمد، زمانی که خدای تعالی توفیق داد و یهود و ارزم به حضور شما و عزیر تورات اصلی رو برای مردم آورد و تورات اصلی رو به مردم ارائه کرد، سری در حق او غلو کردن، مبالغه کردن و ایشون اون رو ابن خدا، فرزند خدا دانستن و از او طلب ارزم به حضور انور گرامیتون و در حقیقت بعد از وفات او رو فرزند خدا و در حقیقت از او طلب روزی می کردن و شفاعت می کردن. همینطور المسیح ابن الله میگن نصارا و مسیحیان میگویند که او یکی از چیزهایی که میگن او فرزند خداونده و میگن پدر، پسر، روح القدس. یعنی چی؟ پدر رو خدای تعالی رو اعوذ بالله پدر میخوانن و ازم به حضور شما فرزندش را عیسی مسیح مینامند و روح القدس که همون جبریل است، اینها رو به سه اغمو معتقدند که خدای تعالی در سوره مائده آیه مبارکه 17 به این اشاره میکنه که میفرماید لقد کفر الذین، خیلی زیبا و آیه و واضح، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. کسانی که میگویند مسیح خداوند مسیح ابن مریمه، اینها کافرند. قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یملک المسیح ابن مریم ومن فی الارض جميعا. چه کسی میتونه جلوی خدا رو بگیره که اگه خداوند مسیح ابن مریم و مادرش یعنی حضرت مریم رو و هر چه روی زمین هست رو از بین ببره؟ ولله ملک السماوات والارض، ملک سماوات و پادشاهی آسمان ها و زمین به خداوند ارزم و این مربوط به خداوند و ما بینهما یخلق ما یشاء. در سوره مائده آیه 72 به همین مطلب اشاره واضح هست که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. بله. کسانی که مثل خداوند مسیح ابن مریم رو خدای خودشون میدانند، اینها بله، کافرند. قال و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، خداوند من و خداوند خودتان رو بخوان، من رو نخوانید. بله. من رو عبادت نکنید. کس کاری که مسیحیان میکنند و خداوند اشاره واضحی به این داره. حسنت. همینطور در سوره آیه بعدی میفرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. کسانی که میگویند خداوند سه تا اغنوم هست و خداوند رو به سه در حقیقت منیفستیشن و سه نوع در حقیقت اغنوم و سه نوع ارزم به حضور شما موجودیت میخوانند، این که میگویند سه تا موجود هست و این سه موجود در یک وجود محصور هست، اینها رو خداوند کافر میدوند. و ما من اله الا وما من اله الا اله واحد، جز خدای واحد پروردگار دیگری وجود نداره. و این لم ینتهو، اگر از این سخنشون دست بر ندارن، عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم، اینهایی که چنین سخنهایی میگن عذاب علیمی دچار آنهاست. بنابراین ما باید به صورت خیلی مختصر، میدونم وقت ما یعنی به هر بنده بودن 7 8 دقیقه بیشتر وقت ندارم، خیلی سریع عرض میکنم. در حقیقت عرضم به حضور شما که ما در این است که بسیاری از کسانی که غیر از خداوند را در دعا و در عبادتشان میخوانند، اینها تعجب میکنند زمانی که به اونها میگوییم که فقط خدای تعالی را در عبادتتان بخوانید، یک خود فقط یک خدا داریم و او را مورد توجه قرار بدید، اینها تعجب میکنند، میگویند اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. اینها تعجب میکنن چگونه است که ما این همه میتونیم صواب و دعا و اینها رو واسطه های خودمون بین خدا بگیریم، اینها چگونه است که ما رو فقط به یک خداوند دعوت. بنابراین همونطور که استهزار دارید، معبود فقط بت‌ها نیستند. خداوند مسیح رو معبود نصارا یا همون مسیحیان ارزم به حضور شما که امروز میخوانند میخواند، عزیر رو معبود یهودیان میدونه. چرا؟
چون در شأن اون انبیا و صالحین و امامانشون غلو کردن، مبالغه کردن. خداوند میفرماید، دعوت از اونها میکنه، میفرماید یا اهل کتاب. این دعوت، دعوت عامه، دعوت عمومی تا روز قیامته، به همه شامل میشه. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، در دین خودتان غلو نکنید، اگزاجره نکنید، کاری نکنید بالاتر از اون. ولا تقولوا علی الله الا الحق، بر خداوند غیر از حق نگویید سخن درست، نه سخنی رو بگویید که صحیح هست. بنابراین غلو و مبالغه و افراط نکنید. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، عیسی ابن مریم رسول خداست و کلمته القاها الی مریم. همین سخن رو در سوره مائده آیه مبارکه 77 خداوند میفرماید، قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، غیر از حق در دین خودتون غلو و مبالغه نکنید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا. در همین باره رسول گرامی اسلام هم میفرماید لا تترونی، در مورد من غلو و مبالغه نکنید. کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، که همان گونه که نصارا و مسیحیان عرضم بزرگ شما در حد عیسی ابن مریم غلو کردند. فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، بنانید که من بنده هستم. افتخار رسول الله همین بندگیه، من بنده ای بیش نیستم، بگویید عبد الله و رسوله، همین. بله. و همین، بیشتر از این حق نداریم ما در مورد رسول الله بگیم، حق نداریم. صفت رسول الله عبد الله و رسولشه، چه برسه به صاحب، چه برسه به حضرت علی، چه برسه به عمر، چه برسه به ابوبکر، چه برسه به دیگر صحابه رسول، چه برسه به حضرت فاطمه، چه برسه به حضرت عایشه. اینها صفت رسول، صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله و رسوله، افتخار او عبد بودنشه. و در حدیثی که در عزم به حضور انور گرامیتون که در امام احمد آورده، یا ایها الناس علیکم بقولکم لا یستهوینکم الشیطان، نگذارید که زمانی که مردی آمد عزم نزد عزم مالک، مردی آمد نزد رسول الله، به او گفت یا محمد، بله، یا سیدنا، ای آقای ما، ای فرزند آقای ما، و خیرنا و ابن خیرنا، ای بهترین ما و فرزند بهترین ما. رسول الله به او گفت صبر کن. بله. ای مردم، شیطان گولتون نزنه، من محمد ابن عبدالله هم، عبدالله و رسوله. من صفت من و این است که من بنده خدا و رسول خدا هستم. والله ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، هرگز خدا به خداوند قسم که دوست ندارم من را از آن منزلتی که دارم، جایگاهی که دارم بالاتر ببرید. آن جای التي انزلني الله عز وجل، جایگاهی که خداوند من را اون به اون منزلت را نصیبم کرده. و بنابراین این ما در وقتی که شأن رسول الله این است، وقتی که جایگاه رسول الله این است، باید بدانیم که جایگاه دیگران از این بالاتر نیست. حق نداریم دیگران رو از محمد صلی الله علیه و سلم بالاتر ببریم، صفات خدایی به آنها بدیم. حق نداریم اونها رو در دعا در اینها، در حقیقت درس هایی است که باید اینها برای ما سرمشق باشه در شأن رسول عزیزمون و بزرگان صحابه و امامان دینمان. غلو و مبالغه نکنید، بلی. هر که میخواهد باشد. چه زیباست این بیان حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم، واقعا جای تأمل داره. آدم فکر بکنه، امروزی متاسفانه اگر کسی از ماها، مثلا حالا شخصی منی که مثلا سیدم، یا کسی که مثلا پسوند پیشوند، عذر میخوام منظورم شما نیست، این دکتر داشته، اگر کسی بهش دکتر نگفت، یا مثلا ماهایی که مثلا سیدیم به ما سید نگن، بعضیا اخمو میشیم و اینقدر ناراحت میشیم که چرا مثلا اون با این پسوند و القاب به من اضافه نکرد. دکتر تهرانی، تماس های زیادی داشتیم، دوستان در این مسابقه شما که مطرح فرمودین شرکت فرمودن و خیلی ها هم جواب صحیح دادن. به عنوان نمونه یکی از بینندگان پشت خط فقط پاسخشون رو خواهند داد و یک دقیقه بعد از این بیننده عزیز به عنوان جمع‌بندی مطالب وقت بیشتر نداریم. ام خالد از پارسیان بفرمایید. ام خالد از بوچیر پارسیان بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، بفرمایید. میخواستم تو مسابقه شرکت کنم. بفرمایید، پاسخ رو مطرح بفرمایید. توحید معرفتی شماره 1، شماره 2 هم توحید عملی. توحید معرفتی و توحید عملی. که خب. معرفتی هم شامل ربوبیتی، اسما و صفات، عملی هم الوهیت و عبودیت. متشکرم،
انشاءالله که دکتر تهرانی این پاسخ شما را شنیدن و تایید یا عدم تایید رو ایشون اعلام خواهند کرد. خدایا رو نگهدارتون. خب دکتر فقط 30 ثانیه به عنوان جنبندگی مطالب. بارک الله فیک. من مطلبی که فرمودی حضرت عالی به اون که کسانی رو که القابی بهشون میدن، بنده هم خواهش کرده بودم از حضرت عالی که نام دکتر رو از نام بنده حذف بکنید. بنده همچین چیزی ندارم، ادعایی رو ندارم، اما بزرگواری حضرت عالی بود که فرمودید باید حتما باشه و اصرار فرمودید. خیلی متشکرم. این اصرار شما بود که نذاریم، ولی خب رسانه است و بالاخره این حق واجبه که این رسانه این حقیقت رو ادا بکنه و فقط این بایستی اطمینان بیننده باشه که برای اینکه بدونن کارشناسی که مطالب ارائه میده از نظر قدرت علمی در حد دکتراست و مطالب عالمانه ارائه میده. بفرمایید. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما. بله، فقط من سریعا عرض بکنم که این درس ها رو ما باید بگیریم. درس ها رو از ایمان صحابه، عقیده صحابی گرامیمون باید بگیریم و این درس ها رو در حقیقت در زندگی های خودمون انجام بدیم، در خصوص بزرگانمان، در شأن بزرگان دینمان، اونهایی رو که دوستشون داریم، اون ائمه دینمان، بزرگان صحابه، در خصوص آنها نه افراط بکنیم نه تفریط، نه افراط بکنیم نه غلو، نه راه غلو رو بگیریم نه جفا بکنیم نه ظلم به آنها بکنیم، و راه وسط و اعتدال رو پیش بگیریم که خیر الامور اوسطها. بنابراین اگر کاری که یهودیان و نصارا که مسیحیان امروز بهشون میگن با انبیاء و صالحین کردن، ما هم اون رو انجام بدیم، وضعیت ما خیلی خراب هست و باید بدانیم که نباید کاری رو انجام بدیم که اقوام دیگر اون کارو کردن. اما جوابی که خواهر عزیزمون ام خالد دادن، جوابشون بسیار صحیحه، کاملا درسته و این باعث خوشحالی بنده هست که میبینم افرادی هستن در این امت که این تلویزیون رو مشاهده میکنن، شرکت میکنن و با این حال که این مسابقه دو هفته پیش، یعنی در حقیقت هفته پیش مطرح شد و این قضیه دو هفته پیش خدمت شما عرض شد که بیان شد، ایشون حضور ذهن دارن و این نشون میده که مردمی هستن به فضل خدای تعالی که دقت میکنن. تعداد بسیار زیادی از بینندگان مشارکت فرمودن که نام هاشون در اتاق فرمان ثبت شده. این بیننده عزیز به عنوان مثال خواستیم صداش رو همه بشنوند برای اینکه شما تایید کنید آیا پاسخ درست یا درست نیست. متشکرم جناب تهرانی از بیانات زیباتون. وقت برنامه ما به پایان رسیده، چیز دیگه باقی نمونده جز اینکه با شما دکتر تهرانی خداحافظی کنیم. بزرگواری فرمود. خیلی ممنون. فقط من بنده خواهش میکنم دوستانی که جواب صحیح دادن آدرسی رو بدن، آدرس پستی، صندوق پستی، چیزی بدن که ما بتونیم این هدیه که اینش نمیتونم بگم ناقابل، برای اینکه هدیه از قابل و انشاءالله بله این خدمتشون بفرستیم. خدایا رو نگهدار. خواهش میکنم. خدا نگهدار. موفق باشین. اما شما بینندگان عزیز، ابتدا من عذر میخوام از این که دوستانی پشت خط منتظر موندن، ولی به علت محدودیت وقت و مطالب بسیار مهمی که ارائه میدیم فرصت نمیشه صدای همه شما از آن را بشنویم. در طول تاریخ موحدین و یگان پرستان و یکتا پرستان همیشه مورد شکنجه قرار میگرفتند. قصه جوانان اصحاب کهف، انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا، انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا. جوانانی بودند که به خدای خود ایمان آوردند و خداوند هم بر هدایتشان افزود. ای شما جوانان عزیز و فرهنگیان و فرهنگ دوستان و آزاد اندیشان، به قرآن بازگردیم و ببینیم که خداوند چه تأکیدی داره بر این که همه ما یگانه پرست باشیم و تنها الله را به فریاد خوانیم. وقت برنامه ما به پایان رسیده. شما عزیزان بیننده در برای طرح پرسش ها و شبهات شرعیتون با شماره تلفن 20402، اگر اتاق فرمان لطف کنید شماره تلفن بله 20402 15 19 11 32 با این شماره تماس بگیرید برای طرح سوال ها و پرسش های شرعیتون. تا هفته دیگر و موضوع دیگر، خدایا رو نگهدارتون.